هیلا صدیقی، شاعر، نقاش و فعال اجتماعی به ما پیوسته. خانم صدیقی، علی خامنه‌ای دیروز سعی کرد که تخفیف بده، در واقع موضع هنرمندان و ورزشکاران رو و دیگر فعالان اجتماعی رو خیلی کم بدونه و ناچیز بدونه، حتی توهین هم کرد به اونها. به نظر شما تأثیر این که هنرمندان تا این اندازه به حمایت از مردم برخواستند، تأثیرش چه بوده در خیابان، در دانشگاه‌ها، در مدارس؟ اول اینکه سلام عرض میکنم خدمت شما. دوم اینکه من میخوام بگم که فکر میکنم که فارغ از اینکه تبلیغات حکومتی از این بابت چطور خواهد بود و چه جور با این موضوع برخورد خواهد شد، این خیزش اجتماعی خودش در ذات و در نفس یک اتفاق هنریه. یعنی به نظر من این یک جور رنسانسیه که داره در منطقه اتفاق میفته و این هنر عبور از تمام چارچوب‌های فکری و سنتی و آن چیزی بوده که تا به حال در واقع منطقه ما رو و فرهنگ ما رو و فکر ما رو درگیر خودش کرده بوده و می‌بینیم که مردم دارن به یک شکل متحد و یک بارچه از این می‌گذرن. امروز یکی از هنرمندانی که آزاد شد دیدیم یک استوری گذاشته بود که به نظر می‌اومد که تحت فشار این کارو کرده و ما فکر می‌کنم تو روزهای آینده با فرمان قربالگری زندانیا با این موضوع بیشتر مواجه خواهیم شد. همه ما در واقع اینجا باید هنر مواجهه با این رو داشته باشیم و بتونیم اتحادمون رو حفظ کنیم تو این شرایط و اجازه ندیم که مرزبندی و شکاف بینمون اتفاق بیفته. من خیلی کوتاه میخوام یک چیزی رو بگم، اونم این که چیزی که جمهوری اسلامی خیلی خوب بلده اینه که چجوری بینمون شکاف ایجاد بکنه. این هنر رو خوب داره. من به عنوان یک بازمانده از نسل 88 میخوام بگم که تو خیلی این سالهای در واقع 13 سال بعد از 88 دیدیم که بعدن خیلی در واقع فعالان سیاسی ما، هنرمندان ما، اکتیویست های ما، هر کدومشون به نوعی نگرششون، فعالیتاشون و کارهاشون زیر سوال رفته. حتی در شبکه های فارسی زبان در واقع خارج از ایران هم همیشه نفوذ سیاست های جمهوری اسلامی رو به شکلی دیدیم. در واقع اپوزیسیونی که از سمت جمهوری اسلامی به بیرون منتقل شده، تحلیلگرایی که از سمت جمهوری اسلامی توی شبکه ها تحلیل کردن، یا گزارش ها و صحبت هایی که به نحوی همیشه جمهوری اسلامی لابلای ما بوده. من به شما قول میدم چه تمام راهپیمایی های چه خارج از ایران چه داخل ایران، همیشه افرادی در بین ما هستن که از داخل جمهوری اسلامی در بین ما هستن تا ما رو هدایت کنن به سمت اینکه چه شعاری بدیم، تو کدوم سمت حرکت کنیم، بینمون چه جوری مرزبندی کنیم، کیا رو از بین خودمون بیرون کنیم، کیا رو راه ندیم، به کیا تهمت بزنیم. اینجا در واقع همون جاییه که ما باید هنر حفظ این اتحاد رو داشته باشیم. متاسفم فرصت نیست خانم صدیقی که بیشتر راجع به این نکته آخر از اون بپرسم که می‌خواستم مثال‌هاشو بیشتر برامون توضیح بدین، ولی متشکرم. هیلا صدیقی، شاعر، نقاش و فعال اجتماعی.